هوای تهران امروز آلوده تر از دیروز. شاخص آلودگی هوای تهران از رقم 160 عبور کرد و هوا برای همه شهروندان ناسالم شد. اورژانس از سالمندان، بیماران تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان خواسته تا از خانه‌های خود خارج نشوند و ورزشکاران نیز از ورزش در فضای باز پرهیز کنند. یک روز قبل از آن نیز یک مقام وزارت بهداشت با هشدار شدید در مورد آلودگی هوای تهران گفته بود اوضاع آنقدر خراب است که کارگروه شرایط اضطرار استان تهران باید نسبت به تصمیم عاجل اقدام کند. در چنین شرایطی یکی از قطارهای خط 4 متروی تهران نیز در ایستگاه تئاتر شهر نیم ساعت متوقف شد و حرکت قطارها در سرتاسر این خط را با اختلال مواجه کرد. کار به جایی رسید که مسافران قطار مجبور شدند برای رسیدن به اکسیژن شیشه ها را بشکنند. اوضاع ترافیک هم بدتر شد و گره های ترافیکی صدای شهروندان را درآورده. رئیس پلیس سابق پایتخت ترافیک تهران را شرم‌آور خوانده و رئیس پلیس فعلی تهران هم برای رفع این معضل روز 28 آبان جلسه اضطراری تشکیل داده. بله. می‌خواستم نظر شما رو بدونم درباره ترافیک این خیابان و افتضاح. دلیلش چی میتونه باشه؟ ببینیم، به خاطر مجتمع تجاری های متعددیه که توی این خیابون ساخته شده دیگه. در چنین شرایطی اما معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران سفرش به بارسلونای اسپانیا برای شرکت در یک کنگره را لغو نکرده است. اوضاع کارکنان شهرداری هم تعریفی ندارد. ناصر امانی عضو شورای شهر تهران اخیراً از فشار معیشتی به این کارکنان و پایین بودن دستمزد آنها خبر داده. خوشحال به حال شما که فرزندان خلق کنندگان فرهنگ بسیجید. در چنین اوضاع و احوالی علیرضا زاکانی شهردار تهران موضوعی مهمتر از کرسنت برای صحبت کردن پیدا نکرده و گفته نظام جمهوری اسلامی باید تکلیف خود را با افراد مسئول در این خسارت مشخص کند. او بخشی از وقت خود را به حواشی انتصاب دامادش به عنوان مشاور شهردار و سپس لغو حکم او و در نهایت دفاع از تمام تصمیم‌های خود در این خصوص اختصاص داده. او انتصاب‌های پرحاشیه دیگری هم داشته، مثلا یک شاعر را به عنوان مشاور خود در امور شعر و ادب منصوب کرده تا چنانچه در حکم انتصاب او آورده مسیر تحقق گفتمان انقلاب اسلامی هموارتر گردد. زاکانی همچنین گلایه شورای شهر اصولگرا درباره اهدای دو قطار به شهرداری قم را هم بی‌پاسخ نگذاشت و باز هم ضمن دفاع از اقدام خود این کار را نیازمند مجوز شورای شهر ندانسته است. در دیگر صحبت‌های مهم زاکانی هم خبری از پاسخگویی او در مورد معضلات مربوط به شهرداری دیده نمی‌شود. مثلا او بجز کرسنت به تحریم‌های آمریکا گریزی زده و تاکید کرده که آمریکا مثل شیر پیر است و دیگر کسی به این شیر پیر اعتنا نمی کند. کرسنت و امثال آن موضوعاتی هستند که زاکانی بارها در سالهای اخیر درباره آنها صحبت و از طریق آن در میان اصولگرایان جایگاهی سیاسی برای خود دست و پا کرده است. جایگاهی که تا کاندیداتوری پوششی اصولگرایان در انتخابات و سپس شهرداری تهران نیز ارتقا یافته است. رسیدن زاکانی به صندلی شهرداری تهران هزینه‌های زیادی برای خود او و اصولگرایان داشت. آنها مجبور شدند به نوعی مقررات را دور بزنند تا مدرک تحصیلی زاکانی مانع رسیدن او به ساختمان بهشت نشود. معتقد بر این بودند که حالا میشه نادیده گرفت و بعداً این مشکل در دولت حل بشه، ولی به هر شکل این رویه ثوابی نخواهد بود که ما تصمیماتی رو که خلاف قانون است بگیریم بعد بگیم خود قانونگذار میره قانونشو اصلاح میکنه. با این حال به نظر میرسد زاکانی هنوز نتوانسته تناسبی با جایگاه فعلی خود پیدا کند و همچنان دلبسته همان سبک و سیاق سابق خود در سیاست است، شیوه‌ای که در آن با استفاده از برخی تریبون‌ها مانند مجلس صدای خود را بالا و بالاتر ببرد و به همه مخالفان سیاسی‌اش برچسب زده و اتهام می‌داند.
نسبت دهد، کاری که در نهایت تعجب حمایت غیر مستقیم رسانه‌های مانند صدا و سیما را هم به دنبال دارد. صدا و سیمایی که به جای به چالش کشیدن شهردار در مشکلات شهر، سخنرانی طولانی 8 سال پیش زاکانی درباره کرسنت را تمام و کمال پخش کرد تا به اهداف تبلیغاتی او کمک کرده باشد.